همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. شاهد خیلی خوش اومدی. فکر کنید در این شرایط وقتی خبر تازه ای از کنش های صنفی در استان فارس نرسیده به ما، به این شیوه تهاجمی چرا معلم ها بازداشت شدند؟ این رو میشه در ادامه سیاست وحشت در جمهوری اسلامی دید، به این معنا که سه معلم خوشنام صنفی که هم در خود استان فارس در میان معلمان بسیار خوشنامن، هم در جریان صنفی معلمان چهره‌های برجسته‌ای هستند که تلاش کردند فضای آموزش و پرورش و فضای مدارس رو به جاهایی مناسب‌تر، انسانی‌تر برای دانش آموزان، برای کسانی که آینده این مملکت رو می‌سازن تبدیل بکنن، باشون به این شیوه برخورد میشه. مسئله خود خانم باقری، آقای زحمتکش، آقای رزمجونی است. مسئله در واقع اون معلمانی هست که هنوز در ایران با وجود همه فشارهایی که وارد شده، جنبش معلمان رو، جنبش پیشرو معلمان رو برای ارتقای صنفی و معیشتی زندگی معلمان و بهتر کردن فضای آموزش برای دانش آموزان زنده نگه داشتن. طبیعتاً به این شیوه حمله کردن در شرایطی که این سه نفر در شیراز محل زندگیشون مشخصه، محل کارشون مشخصه. همین الان که در واقع بازداشت شدن، کلاس‌های درس از حضور اونها محروم شده، کلاس‌هایی که اینا تدریس می‌کردن، کاری که می‌کردن و قرار نبود جایی برن. اگر هم با توجه به اینکه حکم قطعی شده بود، اگر هم احضار می‌شدن، با پای خودشون می‌رفتن. یعنی پذیرفتن که اینها خلافی مرتکب نشدن، جرمی انجام ندادند و اگر قرار باشه اینها زندانی بشن، اون هزینه‌ای که بهشون تحمیل میشه ازش فرار نکردن. به این ترتیب این حمله در واقع حمله‌ای هست به جامعه معلمی ایران، حمله‌ای هست که می‌خواد بگه که ما در این حالی که درگیر مسائل منطقه‌ای هستیم، به شدت در پیوند با جنگ اسرائیل و حماس، در این حالی که وضع اقتصادی مردم روز به روز بدتر میشه، در این حالی که نیازمندیم چهره دیگه از خودمون نشون بدیم، مثل همه دورهای پیشین رأی‌گیری در ایران که فضا باز هست، ما هنوز در پیوند با مسئله معلمان، با توجه به اینکه ظاهراً جنبش معلمان در ایران سر باز ایستادن نداره، به این شیوه تهاجمی برخورد می‌کنیم و بازداشت میکنن. همزمان در خبرها الان شما خوندید رسول بوداغی رو به زندان برگردوندن. رسول بوداغی که در واقع از معلم‌های بسیار با سابقه صنفی هست که در دوره قبل بیشتر از 6 سال در زندان بود و دوباره در موج جدید برخوردها بعد از انقلاب زن زندگی آزادی بازداشت شد و دوباره به زندان برگشته. ببخشید یه لحظه ذهنم رفت، آقای اسماعیل عبدی هم در واقع هنوز حکم زندانش پابرجا هست. فعالین صنفی، معلمان مثل بسیاری دیگر از فعالین در واقع سندیکایی در جنبش های دیگه مدنی در ایران زیر فشارن. شاید به طور کلی الان جنبش معلمان رو چطور میبینی؟ ببینید جنبش معلمان در ایران از چند جنبه مهمه. اگر برگردیم به جنبش زن زندگی آزادی، تنها جریان سندیکایی در واقع فعال در ایران که رهبرانش در ایرانن، شناخته شده هستن، وضعیت در واقع محل زندگیشون، کارشون، اسامیشون، جایگاهشون در تشکیل صنفی شناخته شده است در ایران، معلمان بودن که همون هفته های اول در حمایت از اعتراضات مردم، در اعتراض به جان باختن ژینا و دفاع از حقوقشون، حقوق مردم، اعلام اعتصاب کردن، در جای موفق برگزار شد. به این ترتیب جنبش معلمان رو میشه با جرأت گفت فعالترین و پویاترین جنبش سندیکایی و مدنی در ایران هست و علارغم همه این سرکوب ها، علارغم احکام مثل 8 سال زندان در واقع اسماعیل عبدی، 6 سال زندان پیشین و زندان فعلی آقای رسول بوتاقی، سالها زندان محمود بهشتی لنگرودی، اصغر ذاتی، ارزم به حضورتون محمد حبیبی، افراد بسیاری از این جنبش زندان رفتن، بسیاری اخراج شدن، بسیاری تبعید شدن، بسیاری بازنشستگی پیش از موعد بهشون دادن، تعلیل شدن از خدمت. با وجود این جنبش هنوز در ایران فعاله. حکومت میدونه که کانال شورای هماهنگی رو کیه داره میکنه، جلسات چجوری برگزار میشه و خواسته هاشون چیه. در این معنا جنبش معلمان علارغم اینکه جنبشی هست که اهداف سیاسی نداره، شعار براندازی نمیده، چون اصلا کارکردش این نیست، مسئلهش حقوق معلمان و دانش آموزان یعنی آینده سازان مملکت هست، در این معنا یک تهدیده. تهدیده چون جمهوری اسلامی اراده‌ای برای اصلاح امور نداره، وگرنه در هر جامعه ای از معلمان، از جنبش معلمان تقدیر میشه برای اینکه در واقع راه رو و آینده رو برای کودکان اون جامعه هموار میکنن. به این ترتیب جنبش معلمان را اگه بخوام در این جمله کوتاه بکنم، جنبش پویایی هست که عملا بار سنگینی رو از جنبش مدنی در ایران به عهده داره.
ممنونم از تو همکارم شاهد عربی اینجا در استودیو ما رو همراهی کردیم.